السلام عليك يا أهل بيت النبوة، السلام عليك يا السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى می چکد از
دیدگان من. یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن هجران تو ببین که بریده امان من. یا صاحب الزمان، در عالم خیال شده سفر. یا ابن الحسن آقا جانم، آقا جان تو خوابم ببینیم درازیم آقا. یا ابن الحسن تو خواب ما میای رازیم آقا، اما میدونیم هرچی هست نمیتونیم ببینیم از خودمون آقا. در عالم خیال شدم با تو هم سفر. تعبیر شد اگر زنری با خود ببر مرا سر جمعه کربلا، تا تلق زینبی شبی روز خان من. آقا جان انشالله یه روزی زنده باشیم، تو بیای برایمون روزه جد قریب حسین رو بخونیم. انشالله ما زنده باشیم ببینیم شما اومدی لباس مشکی برا جدت پوشیدی. يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن شدم امشب دیدم خیلی از بابا ها بچه ها شده امشب آوردن. نمیدونم چی شده، خودت آوردی تو دلت افتاد، خودشون اومدن، شما بهشون گفتی، خود به خود اینا رو با حسین از الان میاری بدونی تا عمر دارن یاد شما هستن.
همونطوری که ما یک عمر دعا میکنیم پدر مادرامون، میگیم خدا بیا مرز پدر مادرامون که دستمون رو میگرفتی و بود تو مجلس روزه، خدا بیا مرز مادرامون که ما رو میبرد تو مجلس روزه. اینا عاقبت به خیری داره، اینا تا اون نفسش هست بدونید شما هم که نباشین ثواب میاد برات، که شما باعث شدید، شما این دست رو گرفتید. این یه مطلب. مطلب دوم این که خیلی منتظرم از جانب خدا آهد که یه کوچکترین کاری انجام بده. اینقدر منتظرم که نوشتم کسی دلش بسوزه فقط برای مظلومیت حسین، سری میارنش این بر دلش بسوزه. حالا ببین اونی که سرش پایینه، اونی که عشقاش میاد، اونی که داد میزنه، همینطوری بیان این درجات بالاتر ببین پس اونا کجای کار. میخوام بگم که منتظرم، زرنگ باش. اومدی زیر این خیمه، قرار یک کاری کنی، هر کی کاری خودشو بکنی، هم زرنگ باش استفاده کن، اجرتو ببر. نگی من اینطوری هم، چون من یه نفر شب اول این شکلی گفت، این داره هر شب به صحبت هم این نگیم و فلان کار رو کردیم، به ما که نگاه نمی کنن. حالا میایم ببینیم خدا چی میخواد. اینطور نیست. من فقط یه واقعیت رو به شما بگم و بقیه اشعار سه نفر بودن، سه تا دوست، اینا بیرون هیئت، تو هیئت هم نمی اومدن، اینقدر بایی می سادن جلوی در، با هم صحبت، حرف، کل و کل. محله اینا رو خیلی به خوشنامی نمی شناخت، را گفت تا اون درجه شما که هم احترام می زنن برای اون دوست عزیزی که این حرف زنید، محله به خوشنامی نمی شناخت، اینقدر بایی می سادن. آقا که یه آنیا می کرد دیدیم دیگه بعضی موقع اومدن وارد هیئت میشن، سفره رو که میخواستن بندازن. این نقل واقعیت، این داستان نیست بگم برو تو کتاب و فلانجا، تو کتاب تاریخ باید همین برای این عصره، این برای 3-4 سال میشن. از این بر قاشق رو بنداز، از اون بر لیوان رو بنداز، تو موقع شام به یه حالتی اذیت میکردن اطرافیان. سه نفری شب پنجم یا ششم محرم هر سه نفر سوار موتور، سه نفری با هم تصادف، و هر سه تا از دنیا رفتن، هر سه تا از دنیا رفتن. روحانی محل شب خواب دید، روحانی حیرتی که اون محل دید، دید دوتاشان خیلی وضعیتشان خرابه، اما یکیشان خیلی آروم نشسته. ازش سوال کردم که فلانی تو چرا ما داری اینطوری داد و بیداد و فریاد و خیلی آروم بود. به من گفتن فلانه تو باش، با تو کار داریم، این دوتا وضعیتشان خرابه، اما تو وضعیتت فرق میکنی. و میگه اینگار همه داره به من اینجا یه احترام میگذارم. گفتم چیه؟ چی کار کردی؟ گفت دیشب که داشتیم میومدیم، میخوام بگم چقدر منتظرم، منتظر همه ما که یه کوچکترین کار داشته، شامشو خورده، حرکت میکرده، دیدیم دیگه چهار خونه هایی هست، یه چایی رو از اینجا میدن،
میگه دیدم جلوی پام یک استکان و نردیکیه. گفتم نکنه پام رو خود بیر استکان و نردیکی بشکنه. خم شدم استکان داخل نردیکی گذاشتم این بالا. همین رو گذاشتم دیدم اسمم رو نوشتن خادم امام حسین. گفتن این اسمش توی لیست فعلنه با اشکالی نداره. بگم که با یک هم خواهم بگم اینقدر منتظر خدا هم همینطور رو میتوارم واقعا منتظر یه حرکت رو اونا مشتاق‌تر هم انشاءالله که خدا ما رو همه رو از این دسته قرار بده. انشاءالله همه ما تا نفس داریم حسین بمانیم یه صلوات رو بفرستیم. وای بر حال دل خواهر تو فردا میخورد سنگ به بال و پر تو فردا است چه خبر امشب امشب خیمای امام حسین چه خبره یکم چشمای ظاهر رو ببند با چشم دلت نگاه کن امشب ببین زن و بچه و یاران حسین چه حالی دارن امشب یکم آروم تو دلت برا خودت بگو امان از دل زینب چه حالی دارین خواهر آسمان را زدش دود فقط خواهی دید رمقی نیست به چشم تر تو فردا است ببین چقدر این خواهر و برادر داره با هم قشنگ حرف میزنن چی داره به غم میگن چی کار داره میکنه موسیقی نوشتن داره از فردا برا خواهرش زینبش تعریف میکنه زینبم سر شش ماه میشود آویز به پوست اربن ارباست علی اکبر تو فردا است میبرد لشگری از نیز حوالی حرم فردا هست خواهرم تک و تنها وسط دشن و بیابان چه کنی دامنش سوخت اگر دختر تو فردا چنگ یک مشت سنان در طمع گیسویند خیلی به بخشیدم شب من و شب آشورا دیگه زمین برات نخوندم یه راز رفتم داخل اشعار روزه آخه میدونیم با چه حالی امشب اومدیم چنگ یک مژده زنان
میزند پرس به دور و بر تو، فردا عصر هر قدر نیزمام شمشیر و تبر جمع کنم، بیشتر کشم شود پیکر تو، فردا از تو همین جاش میان صحبت. امشب یه ما دیدن پرده خیمه بالا رفت، داشتن خواهر و برادر صحبت میکردن، یه ما دیدن پرده خیمه بالا دیدن. سه ساله ما حسین وارد کو وارد خیمه شد. اینو خانم زینب داره تعریف میکنه، میگه دیدم دروغیه امشب وارد خیمه شد، یه ما داداش حسینم صداش کرد، گفت دخترم بیا رو پاهم بشین نشوندش، یکم آروم دست نوازش به سر دخترش کشید. بعد میگه یه ما دیدم داداشم گفت دخترم پاشو یکم میان خیمه برا بابات راه برو. خانم زینب میگه دیدم رقیه داخل خیمه راه میره، دیدم داداش حسینم آروم آروم شروع گرد گریه کرده، این رقیه راه میره حسینم داره گریه میکنه. خواهری مثل زینب میتونه عشق داداش رو تحمل کنه؟ هی وای فورم سال کرد حسین جان مگر را رفتن رقیه چطوره؟ دخترت راه میره و گریه میکنی. میگه دیدم با همون آلش صدا زد زینب، منم بقر و قیه را میبینم یاد مادرم زهرا میافتم، خواهرم خیلی مراقبش باش، فقط یه جمله بگم خواهرم بدون دخترم رقیه رو مثل مادرم زهرا سیلی به صورتش میزنم. چکمه ای سرخ میافتد به روی سینه تو، خنجری کند به روی خنجر تو، فردا است چه خبر میخواد بشه فردا است. بهبه این مجلس بهبه سخت دواست سر جایزه بیشتری، بین گودا برای تو برای سر تو فردا ای وای. شعرم بس امشب، بذار بیشتر برات روزه بخونم. هلال میگه، هلال ابن نافع، نافع ابن هلال هم داریم اشتباه نگیری، نافع ابن هلال از یاران آقا امام حسین بود، هلال ابن نافع دشمنان که فردا میگیم برات.
ناف ابن علال میگه دیدم آقا نیمه شهر از تو چادر اومد بیرون، گفتم من مراقبش باشم، آروم پشت سرش اومدم. آخه دیدم سر شب آقا دست و داد چراغا رو خاموش کنم، همه شعله ها رو خاموش کردم. چقدر با من گفت هر کی میخواد بره الان بره، اما بدونید هر کی بمونه فردا شهید میشه. در با تاریک کرد، گفت هر کی میخواد بره بره. مردم بلند شدن یه سری رفتن، و فکر نکنی شکست کرد، یه سری لحظه آخر باختن، یه سری آروم بلند شدن رفتن. دستور داد شعله ها رو بعد مدتی روشن کردن، گفت حالا شما که موندید یک به یک جاتون رو تو بهش ببینید. مقدر نوشته یک یک از لای دو انگشت مبارک آقا جلو صورتشون آمد، جاشون تو بهش دیدم. اما همین که آقا انگشتش آمد جلوی حبیب ابن مظاهر، حبیب آروم دست آقا رو گرفت، گفت حسین جان همه عشق من توی حسین، همه بهشت من توی حسین، من بهشت رو میخوام چکار، من تو رو دارم تو رو میخوام. اینا همه رو نافه شنیده. با این حال دید آقا اومده بیرون خیمه، چطور مثل یه فرمانده بزرگ جنگ داره برا فردا جنگ یک به یک برنامه میریزه. اما یه ها دیدم گاهی اوقات خب میشه از رو زمین یه چیزایی رو آروم آروم بر میداره، یه ها دیدم متوجه پای من شد، از دور یه نگاهی کرد نافه اینجا چی کار میکنی؟ گفتم آقا اومدم مراقب باشم، اما یه سال مرا پیش اومده. آقا جان این چیه؟ خب میشی از روی زمین چیزهای رو بر میداری؟ صدا زد نافه فردا از زمانی میاد خیمه ما رو آتش میزنه، زن و بچه شروع به فرار میکنم، نمیخوام با بچه هم خوار بره. حسین بچه ها دار امه رو میگرفتن، هی میگفتن امه نه که بابا بره بر نگرده، میگفت نه موقعش بشه من میدونم و داداشم. آخه یه رمزیه بین ما، اون باری که اومد حسین صدا زد زینبم ربابم سکینه، من داره دیگه میرم. ای وای ای وای خدای من بر
بچه ها هر طوری بودن دارو بر آقا رو گرفتن. آقا به احترام بچه ها همه پیاده شد نمشته. بچه ها دور بابا رو گرفتن، هی بابا برو بیکی میز باری بابا، بابا نمیشه نری، بابا ما رو مدینه برسون. هر طوری بود خلاصه بگم آقا بچه ها رو آروم کرد. این روزه رو بگم که امشب اموات همه مون فیض ببره انشاءالله. ای وای همه رو آروم کرد. از دور اول بود خواهرم من داره میرم، خدا نگهدار تا سوار از جاد بره. یه ما دید یه صدای اومد محلا یبن از زهرا، داداش بایزا خواهر کارت داره دادا. ای وای بر من، میگه داداشش به احترام خواهر وایساد. اول هقه هقه خواهر رو آروم کرد، دست رو گذاشت رو سینه خواهر. خواهر سم داشته باش خواهر، تو باید باشی خواهر. بدید پیراهنی که مادر با دستاش بافته رو برا داداشش در آورد. حسین جان پیراهن و مادر با دستای خودش برات بافته. و آخرین باری که حسین اومد خداحافظی کنه بده تنش کنه. به 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 اونایی که همینطور سر و پایین انداختن داره با دلم صحبت میکنن با خدا و امام حسینشون. خوشمال این زرنگدار همینطور آروم سرت پایینه، میبینم داره آروم آروم گریه میکنی. بخوا از حسین دیگر ازداره. جوونا بخوان دوستای خوب برا خودشون داشته باشن، دوستای بد و خدا ازشون دور کنه. ای وای آی تا پیراهنو گرفت خانوم زینب، میگه دیدم داداشم شروع کرد با نیزه پیراهنو سوراخ کردن. تعجب کردم صدا زدم حسین جان این چه کاریه مادر با دستای خودش بافته. صدا زد خواهرم من میدونم ساعتی دیگه این نالجی با به همین پیراهنم چش دارم، میخوام یکم چشماشون از پیراهنم کوتاه کنم. یه تیکه بگم و ادامه. حرف دل من اینه حسین جان، ای کاش انگشتر تمارم در می آوردی به سیدم می دارم، ای کاش بردان آنجی با انگشتر تو به خاطر انگشتر قد می گردم. بماند سوار من از جان، باز هنوز چند لحظه ای نرفته، هنوز حرکت نمیتونه بکنه. ای خدایا از چرا حرکت نمی کنه؟ مقدر نوشته پایین رو نگاه کرد آبام، دید سکینه دستار از مقدر کرده. بابا یه دقیقه باید پیاده شی کارت داره. آی دختر دارای من، خدا نکنه دختر از بابا یه خواهشی باشه، تو این مرحله هم باشه.
بابا ایش موقع خواهش خواهر و دختر و مخصوصا دخترش زمین نمیزنه. نوشتن به اترام دختر پیاده شد، گفت بابا من فقط از یه خواهشی دارم، میخوام با دست به سرم دست یتیمی بکشی. چرا دخترم این کارو میکنی؟ صدا زد بابا یادته، وقتی خبر شهادت مسلم رو دادن. آخه دختر به این چیزا حساس دیگه، خودم دیدم دخترای مسلم رو پاد نشوندی، دست یتیمی به سرشون کشیدی. بابا من میدونم در میری دیگه بر نمیگردی، بابا میخوام خودت دست یتیمی به سرم بکشی. الان لعنت الله على القوم الظالمين، عالم بقطر دم دریا عالم همه بندند و مولاست حسین. با این شخص سر و کار دارم، ترسم که شفاعت کند از قاتل خیش، از بس که کرم دارد و آقاست حسین. حسین آرام جانم، حسین روح احمد. همینطور آرون بلند شد. حسین آرام جانم، حسین آرام جانم، حسین آرام جانم، حسین روح روانم، حسین آرام.